سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز. خیلی خوشحالم که اینجا میبینمتون. من شروین اناری هستم و قراره که داستان فرایند مهندسی نمای یک ساختمان شهری رو خدمتون عرض بکنم. قراره اینجا ما از تجربیات شخصیمون خدمتون بگیم، از همون ساختمان هایی که هممون طرحش رو نگاه میکنیم، میریم برای ساختش و خیلی وقتا بعد از ساختش میستیم روبروش و نگاه میکنیم و میگیم این کاش یه کار دیگه کرده بودیم، به خصوص در خصوص متریال هایی مثل متریال بتون و جی اف آر سی که بعضا ناشناخته هستن، مورد پسند و اطمینان کارفرماهای مختلف نیستن. خب برای اینکه بتونم این داستان رو خدمتون عرض بکنم، ابتدا به ساکن لازم هستش که یک معرفی بکنم از پروژه‌ای که میخوام داستانش رو براتون تعریف بکنم. پروژه پالیزی یک پروژه در مقیاس شهری هست، پروژه 8 طبقه. زمانی که ما با این پروژه درگیر شدیم، طرح نمای اون توسط مشاور محترم برسیانشار انجام پذیرفته بود. کانسپت نما به این نحو است که یک شبکه بتونی سطح نما رو پوشش داده. داخل شبکه بتونی ما کرتنوال رو داریم و بعضی از مدول های کرتنوال رو با پنل سالیدی پوشش داده بودن. ما زمانی که با این پروژه روبرو شدیم، در واقع سازه پروژه به اتمام رسیده بود و ما به عنوان مشاور نما میبایستی اون گپی که ما بین طرح اولیه و اجرا شدن پروژه بود رو پر میکردیم. خب همینجا بگم که این پروژه خیلی برای ما جذاب بود و خب یه پروژه بسیار مدرن با نمای بتونی خشک، مدول‌های نمای بسیار ظریف و شکیل و ما با انرژی بسیار زیاد وارد پروژه شدیم. ولی در همون ابتدا مشکلاتی که برامون پیش اومد، اظهار نظرهایی که کارفرما در خصوص تغییر نمای پروژه انجام داد، باعث شد که مسیر ما عوض بشه. کارفرما معتقد بود که باید پروژه رو با سنگ دوغابی و یا سیمانی، پوشش سیمانی خیلی سریع تمام بکنه. هرچقدر ما سعی و تلاش کردیم، جلسه گذاشتیم با کارفرما، با مدیر پیمان، با هر اون کسی که فکر بکنید در خصوص نما قرار بود اظهار نظری بکنه، معایب دیتیل دوغابی رو براشون گفتیم، ضوابط شهرداری رو براشون گفتیم، مشکلاتی که بعداً دچار پروژه میشد رو براشون توضیح دادیم، موفق نشدیم که به هر حال مجابشون بکنیم. دو تا موکاب هم در واقع روی نمای پروژه انجام شده بود که هر لحظه ما از دیدنش مقداری تن و بدنمون به لرزه میافتاد و می‌دیدیم که باید بریم به این سمت و سو. به هر حال اینکه ما تصمیم گرفتیم، ما نتونستیم کارفرما رو مجاب بکنیم و تصمیم گرفتیم که با همون دیتیل دوغابی کارمون رو تکمیل بکنیم. به هر حال قرارداد رو هم بسته بودیم و باید حتما پاش می‌ایستادیم و خب خیلی ناخوشایند بود که حالا شهر خدمات شما تبدیل بشه به طراحی دیتیل دوغابی، شاپ برش سنگ و از این صحبت‌ها. ولی تصمیم گرفتیم که حتما به بهترین نحو خدماتمون رو ارائه بدیم. رفتیم سراغ طراحی دیتیل های سنگ دوغابی. طرحی رو که ما ابتدا به ساکن مهندسیش رو درآوردیم، یک قفس فلزی بود که روی اون سنگ که اون قفس فلزی نشیمن سنگ دوغابی ما بود و کرتنوال رو هم به صورت کرتنوال ادآن در نظر گرفتیم. کرتنوال ادآن در واقع کرتنوالی هستش که المان‌های عمودی نما در اون با پروفیل‌های فولادی تامین میشن و رکوب آلومینیومی روی اون نصب میشه
و در واقع این به ما این اجازه رو میداد که یه مقداری عمق مقطعمون رو کنترل بکنیم و این مزیت رو برای ما داشت که بتونیم زیرسازی پانل‌های سنگ دوغابیمون رو با همون زیرسازی المان‌های عمودی کرتنوال تامین بکنیم. سیستم هم به این نحوه بود که خب از اول با مدول بندی شروع کردیم، ابعاد شیشه ها رو بهینه کردیم و دستک هایی در ضخامت سقف روبروی تیرها نصب می شدن که این دستک ها نشیمن کرتنوال بودن. براکت های دیگری رو در نظر گرفته بودیم برای تأمین نشیمن در واقع پانل های سنگیمون که با توجه به اینکه از لحاظ ارتفاعی اونها در ارتفاع بالاتری قرار می گرفتن نمیتونستیم اتصال از تیر لبه سقف ها بگیریم و بعد اتصال دیگری برای اون در نظر می گرفتیم. خوشبختانه یه ناودونی 12 هم دور تا دور ساختمان کار شده بود که این رو برای ما میسر می کرد و بعد کرتنوال ادآن سوار می شد و قفس فولادی سوار اون می شد و نمای ما تکمیل می شد. خب همینطور که داشتیم دیتیل های سنگ دوغابی رو جلو می بردیم و رفت و برگشتش رو انجام می دادیم با کارفرما، متوجه شدیم که کارفرما اساساً مشکلی با نمای بتونی نداره و فقط خیلی بابت اجرای اون نگرانه. کارفرما در واقع بارها و بارها دیتیل سنگ دوغابی رو دیده بود، جاهای مختلف اجرا کرده بود، ولی هیچ اطلاعی در مورد دیتیل نصب پانل بتونی نداشت و هر چقدر که ما سعی می‌کردیم بگیم که آقا این دیتیل اشتباهیه، این مشکلات داره، ولی از نظر اون کاملا مسلم و شدنی بود این دیتیل. ولی وقتی که کشف کردیم که ایشون اساساً در واقع مشکلی نداره، خب خیلی امیدوار شدیم به این موضوع که دوباره بتونیم کانسپت پروژه رو تغییر بدیم و به خودمون گفتیم مگه ما مشاور نما نیستیم؟ این دقیقاً کار ماست، ما باید نگرانی های کارفرما رو برطرف کنیم. این بود که با مشاور محترم پروژه مشورت کردیم و همزمان با انجام دیتیل های دوغابی دیتیل های بتونی رو هم شروع کردیم روش کار کردن و واقعیت این بود که اول از همه خودمون یک انگاش مجددی رفتیم در خصوص دیتیل های بتونی کردیم. بتون خب یک متریال هست که خیلی کار شده و در طول سالها هم عمل کرد و زیبایی خودش رو حفظ کرده، ولی واقعیت این هستش که متریال زمخته و خیلی اون رو نمیشه در واقع در ابعاد ظریف و مینیاتوری تصور کرد و نمونهای بتونی که کار شده بودن مسائلی مثل تغییر رنگ، مثل تغییر طول، ابعاد، پیچیدگی پانل های بتونی جز ذات بتون بود و به نوعی در اون پروژه هایی که ما نمونهاش رو بررسی می کردیم در جهت کانسپت طرح نما بود و در واقع نظر معمار رو تأمین می کرد. ولی اینجا در پروژه ما در واقع یک بتونی مد نظر بود که هر کدوم از اون خصیصه های ذات بتون میتونست براش ناخوشایند باشه. ما تغییر رنگ رو نمیخواستیم، ما ظرافت میخواستیم، ما وزن رو باید میتونستیم کنترل بکنیم. این هستش که اینجا متوجه شدیم که اگر قرار باشه در واقع اون دیتیل بتونی رو اجرا بکنیم، قطعا باید بریم سراغ دیتیل های دیگری و با اون پاسخ هایی که از قبل وجود داره ما نمیتونیم این نما رو اجرا بکنیم. این بود که با مشورت مشاور پروژه شروع کردیم به طراحی دیتیل های پانل های بتونی. با شرکت های تامین کننده بتون جلسات متعدد داشتیم، دیتیل هامون رو باشون ریویو میکردیم، مشخصات فنی رو باشون جلو میبردیم و وقتی که مطمئن شدیم که ما میتونیم این دیتیل رو اجرایی بکنیم، جلسه گذاشتیم با کارفرمای پروژه و یه پرزنت کامل از مواردی رو که در موردش تحقیق کرده بودیم و طراحی کرده بودیم رو با ایشون مطرح کردیم و خوشبختانه نگرانی های ایشون تا حد بسیار زیادی رفع شد و به ما این اجازه رو دادن که در صورت تولید یک پانل نمونه در خصوص اجرای پانل بتونی فکر خواهند کرد، که خب اینم برای ما خیلی خوشایند. خب این روزی هستش که ما تونستیم تایید کارفرما رو بگیریم و دیتیل رو تغییر بدیم و نمونه پانل بتونیمون رو
ساختیم و تایید کارفرما رو گرفتیم. اینو هم خدمتتون بگم که ساخت خود همین پانل بتونی در واقع پروژه کوچیک بود، چون مسائل بسیار زیادی بعد بررسی میشد از بابت قالب سازی، از بابت بتون ریزی، از بابت کیورینگ قالب ها، از بابت باز کردن قالب ها، از بابت ابعاد و تناسباتی که مد نظر معمار باشه و وزن نهایی پانل، درصد جذب آب بتون پانل و همه اینها رو طی این موضوع ما رفت و برگشت داشتیم با مشاور محترم، با شرکت های تامین کننده و بالاخره به نتیجه رسوندیم. پانل رو که تولید کردیم خب ظاهر صیقلی و خوبی داشت، تغییر رنگ نداشت، درصد جذب آب مناسبی رو داشت، وزنش مقداری بالا بود که اون هم از بعد از اون که قرار شد که ضخامت پانل از 4 سانت تبدیل بشه به 3 سانت، اون هم تا حد قابل قبولی کنترل شد و ما خوشحال از اینکه دیتیل رو از سنگ دوقابی دوباره برگردوندیم به حالت بتونی وارد کار شدیم. دیگه فکر می‌کردیم که کار تمام شده و ما می‌خوایم وارد نصب پانل‌های بتونی بشیم. و اما نمی‌دونستیم که چه مشکلاتی همچنان سر راهمون وجود داره. ما در واقع بعد از اینکه پانل بتونی رو تایید گرفتیم با مسائل و چالش‌های بسیار زیاد دیگه روبرو شدیم. حتی یک بار کارفرما تا مرز تغییر مجدد دیتیل هم پیش رفت. مسائلی که باشون روبرو شدیم مشکلاتی بودن که به صورت متقاطع پی در پی باشون روبرو می‌شدیم. بعضی موقع تغییر دیتیلی باعث می‌شد که بخش دیگری از دیتیل هم نیاز به تغییرش باشه و اون تغییر خودش منجر می‌شد که بخوایم تغییرات دیگری رو در دیتیل به وجود بیاریم، ولی خب پاش وایسادیم و همه این طراحی‌ها رو جلو بردیم. اولین موضوعی که باش روبرو شدیم پاسخگو نبودن ناودونی لبه سقف بود. کارفرما یه ناودونی شماره 12 دور تا دور همه سقف‌ها از قبل اجرا کرده بود و ما همون رو از لحاظ محاسباتی بررسی کرده بودیم و پاسخگوی تحمل بار وزن پانل ما بود. ولی بعد از اینکه دیتیل رو به انتها رسوندیم کارفرما اعلام کرد که از نحوه اتصال شاخک‌های درگیر کننده ناودونی اطمینان نداره و بنابراین گرفتن اتصال به تنهایی از این ناودونی برای ما مجاز نیست. خب با توجه به ارتفاعی که و ترازی که پانل بتونی داشت ما نمیتونستیم در واقع از تیر زیرش اتصال بگیریم. بنابراین آمدیم و یک پلیت تقویتی رو طراحی کردیم که لبه سقف قرار میگرفت و برای ما براکت هایی رو تامین میکرد که بتونیم پانل هامون رو به اون وصل بکنیم. نکته‌ای که در واقع اینجا برای من وجود داشت این بود که اگر که در پروژه ما میتونستیم مهندسی نما رو همزمان با مهندسی ساختمان و سازه جلو ببریم میشدیم پلیت ها رو از قبل کار گذاشت همراه با اجرای سازه ساختمان، یا میشد اون ناودونی رو در واقع به نحو دیگری کار کرد. و با توجه به اینکه این دوتا مهم با هم همزمان انجام نپذیرفته بودن، اگرچه که کارفرما یه دید کلی داشت و ناودونی رو برای ما تامین کرده بود، ولی در نهایت اون ناودونی برای ما کارآمد نبود و این موضوع اگر که از پیش دیده میشد میتونست بسیار صرفه‌جویی هزینه و زمان داشته باشه. مطلب دیگه ای که باش روبرو شدیم بیرون زدگی نما از خط ثبتی بود. احتمالاً همه باش درگیر شدن. یه مطلبی هست توی مهندسی نما و اون فاصله بین فینیشینگ نمای شما تا بیرون ترین نقطه سازتون هست که بسیار اهمیت داره و مهمه برای مهندسی نما. این فاصله به خصوص در دیتیل هایی که شما در واقع دارین نما رو از روبروی ضخامت سقف ها عبور میدین، این فاصله اگر فاصله کمی باشه خب شما ناچارین بریم بیرون و از خط سبدیتون میزنیم بیرون. اگر فاصله کمی باشه، اگر فاصله زیاد تری باشه، ناچارین دستک های سنگین تر و بزرگتری رو استفاده بکنین و ضمن اینکه بعداً روبرو بشین با این مشکلی که یک گپی وجود داره ما بین سازه و نما که اون گپ هم بعد با دوباره کاری و مجدد بتون ریزی پر بشه. اینجا ما در واقع از خط سبتی بیرون تر بودیم و سیستمی هم که ما انتخاب کرده بودیم سیستم در واقع کرتن وال بود که المان‌های نگهدارنده نمای شما از جلوی ضخامت سقف عبور می‌کنن. اولین راهکاری که به ذهنمون رسید که خب این بود که بریم سراغ سیستم ویندو وال
که در واقع به صورت کف تا صف انجام میشه. سیستم کرتنوال یک دستک رو شما نصب میکنین جلوی ضخامت صف و میتونین هر دو المان طبقات بالا و پایین رو باهاش وزنش رو تحمل بکنین، بارش رو تحمل بکنین. ولی در سیستم ویندووال در واقع شما دو تا دستک رو باید نصب بکنین که این البته بهینه نیست و المان ها کف تا صف نصب میشن. مشکلی که اینجا داشتیم با سیستم ویندووال این بود که وقتی پانل بتونیمون رو کار میذاشتیم یه گپی اینجا رها میشد که ما نمیتونستیم اینو پوشش بدیم، بنابراین ما نمیتونستیم بریم سراغ سیستم ویندووال و بعد حتما از سیستم کرتنوال استفاده میکردیم و سیستم کرتنوال ما رو از نما بیرون میبرد. این بود که رفتیم سراغ تعدیل کردن لایه های نما. تا اونجایی که ممکن بود لایه بندی نما رو ضخامتش رو کم کردیم. توی این اوصاف هم کارفرما به پیشنهاد خود ما کرتنوال ادآن رو تبدیل کرد به کرتنوال آلومینیومی، به خاطر اینکه ما پیشنهاد دادیم که با توجه به اینکه حالا داره پانل بات بتونی کار میشه و با توجه به کاربری پروژه که اداری هست، پروفیل های آلومینیومی خب کیفیت و لوک بهتری داشتن، ولی شما میدونید که زمانی که بخواید پروفیل های فلزی رو در واقع معادل بکنیم به پروفیل های آلومینیومی، عمق مقطع شما معمولا افزایش پیدا میکنه و حالا ما با این درگیری که داشتیم که از نما بیرون تر نباید میزدیم، افزایش عمق پروفیل های نگهدارنده نما هم به نوعی در واقع برای ما دردسرساز شده بود. این بود که در اسناد مناقصه‌ای که تهیه کردیم که قرار بود در واقع کرتنوال رو از المان های آلومینیومی تامین بکنن، حتما قید کردیم برای پیمانکاران که ارائه پروفیل آلومینیومی که کمترین عمق رو داشته باشه میتونه امتیاز بسیار مثبتی برای اون پیمانکار محسوب بشه و در نهایت هم تونستیم یک پروفیل آلومینیومی با عمق مناسب انتخاب بکنیم و لایه‌های نما رو تعدیل کردیم و با یک بهینه‌ترین حالت بیرون زدگی از نما موضوع رو تونستیم حل بکنیم. مطلب دیگه‌ای که وجود داشت این بود که ما زیرسازی کرتنوالمون و زیرسازی پانل‌های بتونیمون رو از هم تفکیک کردیم. علت هم این بود که این دوتا زیرسازی اگرچه به خصوص اون زمانی که کرتنوال در واقع ادآن بود میتونستن سوار هم بشن، ولی از لحاظ لرزه‌ای تأثیر خوبی روی هم نداشتن و محاسب پروژه با این قضیه موافق نبود. بنابراین زیرسازی اینها از هم تفکیک شد و البته این موضوع به ما این امکان رو میداد که بتونیم دو پیمانکار متفاوت نما، یعنی پیمانکار کرتنوال و پیمانکار پانل بتونی رو به صورت مجزا روی پهنه‌های مختلف نما با هماهنگی‌هایی که بینشون انجام می‌دادیم به کار بگیریم. ولی این مسئله برای ما یه مشکلی هم به وجود می‌آورد. شما دو تا شبکه زیرسازی رو تصور بفرمایید که روی هم می‌خوان کار بشن، قطعاً با هم تداخل خواهند داشت. بنابراین ناچار بودیم یکی از اون‌ها رو یه مقداری بکشیم جلوتر. این خطی که الان اینجا دارین می‌بینین در واقع خط این پلان ساختمان هست و این خط خط تراز خط سطح در واقع زیرسازی نگهدارنده کرتنوال هست. بنابراین ما زیرسازی نگهدارنده پانل‌های بتونی رو کشیدیم جلوتر و این موضوع باعث شد که یه مقداری اون زیرسازی داخل پانل یو شکل ما فرو بره و دسترسی بهش سخت بشه که بعد پانل‌ها نصب می‌شدن و بعد هم نصب شیشه انجام میپذیرفت. خب یه مقداری در مورد دیتیل های نصب خدمتتون توضیح بدم. دیتیل های نصب ما سه بخش نما داشتیم: پانل های عمودی نمای ما، پانل های مسطح نمای ما که بخش سالید نما رو تشکیل میدادن و پانل های افقی. در پانل های عمودی ما از المان های عمودی مشابه خود کرتنوال استفاده کردیم و پانلی رو که تولید میکردیم در واقع پیچ‌های انتظاری درش کار گذاشته می‌شد که بعد اون پیچ‌های انتظار نبشی‌هایی بهش اتصال داده می‌شد و از طریق دستک‌های نبشی شکلی که در واقع از المان عمودیمون وصل می‌شدن نشیمنی رو تأمین می‌کردیم که پانل بتونی می‌تونست روش سوار بشه. در خصوص پانل‌های تخت هم به همین نحوه، پانل‌های تخت در کنار پانل‌های عمودی قرار داشتن، باز هم از المان‌های عمودی استفاده کردیم و پانلی که تولید شده بود با لقمه‌های انتظار در واقع نبشی شکلی
تولید شده بود و بعد ریل های افقی که ما بین المان های عمودی کار میکردیم نشیمن اونها رو تامین میکرد. دیتیل نصب پانل افقیمون یه مقداری پیچیده تر بود. باز ما یک ریل سرتاسری به نگهدارنده داشتیم و همون دستک های انتظار رو که باز به این نحوه نصب می شدن. این رو هم خدمتون بگم که ما ریگلاژ های عمودی افقی چپ و راست و بالا پایین رو روی اینها تأمین کردونیم به این نحوه که همپوشانی این دو نبشی روی هم میتونست اون رگلاژ رو برای ما انجام بده. ضمن اینکه دستک انتظاری ما در لبه صف داشتیم که با پلیتی که زیرش داشت میتونست نصب اولیه رو برامون تأمین بکنه و ما پانل رو به صورت پیش ساخته روی زمین تکمیل میکردیم و میوردیم روی کار و بعد از نصب اولیه دیتیل نصب تکمیل میشد و پانل فیکس میشد و رگلاژ میشد. در خصوص سیستم نصب، حالا اگر بخوام همه دیتیل ها رو توضیح بدم که چه مسائلی در واقع طی شد تا به این دیتیل ها رسیدیم یه مقداری زمان طولانی خواهد شد، ولی در خصوص پانل افقی سعی میکنم که روال طراحی دیتیل رو خدمتون توضیح بدم. همطور که خدمتون گفتم در باله های پانل یو شکل ما در زمان بتون ریزی ما پیچ های رو کار گذاشته بودیم که بعد از اون نبشی هایی به اون اتصال داده میشد و این قطع آماده میشد برای مونتاژ. دیتیل اولی که بهش رسیده بودیم به این نحوه بود که مشاهده میکنین و پیچی بود که با توجه به کمبود فضایی که اونجا داشت، همونطوری گفتیم زیرسازی داخل پانل یو شکل فرو رفته بود و جای دست نداشت، این دیتیل رو تغییر دادیم به دیتیل دیگری که شامل یک در واقع براکت شیاری شکل می شد. این براکت شیاری شکل به ما اجازه می داد که ما یک نصب اولیه رو روی براکت های انتظار نشیمنی که اینجا داریم تأمین بکنیم و بعد بتونیم قطعه رو رگلاژ بکنیم که به این نحوه در واقع پانل نما که روی زمین مونتاژ شده بود می آمد و سوار دستک های نشیمنش می شد. مسئله‌ای که در واقع توی این دیتیل باش روبرو بودیم رگلاژ در واقع پانل بتونی بودیم. پانل‌های بتونی باید با دقت و ظرافت و بدون کوچکترین خطایی، می‌دونیم که خطای نما فینیشینگ نما در حد صفر هست و شما نمی‌تونید خطای رواداری در واقع اونجا ندارید. باید می‌تونستیم رگلاژ دقیقی رو اونجا تأمین بکنیم. این رگلاژ رو توسط چند تا قطعه در واقع انجام دادیم. یک قطعه که این قطعه‌ای که اینجا هست نشیمن هست رگلاژ عقب جلوی ما رو انجام میداد که بعد با دقت و با آیدی دقیق خودش نصب میشد. بعد از اون قطعه میومد و با این شیار سوار در واقع این ورق ما میشد و با این پیچی که اینجا کار گذاشته بودیم میتونستیم ارتفاعش رو رگلاژ بکنیم. قطعه سومی که پیچ اتصال سومی که داشتیم این پیچ بود که در واقع بین این سوراخ لوبیایی عمودی و این سوراخ لوبیایی افقی اجرا میشد و در واقع این پیچ میتونست دوران پانل رو در جای خودش انجام بده و ما تراز دقیق پانل ها رو کنار هم داشته باشیم. این قطعه یک موضوع دیگری رو هم برای ما تأمین کرد، این اتصال رگلاژ پذیر و اون در واقع برقراری دو اتصال در یک نقطه برای نگه داشتن پانل بتونی بود. ما از لحاظ محاسباتی اجازه نداشتیم که پانل بتونی رو در یک نقطه مرتبط بکنیم و اتصال بدیم به ساختمان و لازم بود که حتما این اتصال در دو نقطه انجام بگیره که بتونیم دوران در واقع پانل رو تامین رگلاژ بکنیم و ایستایش رو تامین بکنیم. خب همینجا بگم که این دیتیل رو که تا اینجا میبینین همطور که در دیتیل قبلم انجام بهتون نشون دادم اجرایی نشد و این در واقع باز موقع اجرای سری مشکلاتی داشت که ما اون رو تبدیل کردیم به دیتیل دیگری که به این نحوه که پانل های بتونی رو با همون دستک های نبشی شکل روی زمین مونتاژ می کردیم و ریل میانی ما بین پانل ها در واقع کار می ذاشتیم که این ریل به ما این اجازه رو می داد که سه پانل رو با هم به صورت یک قطعه بزرگ مونتاژ بکنیم و همه اونا رو ببریم روی نما نصب بکنیم و این به ما سرعت و دقت بسیار زیادی رو میداد. شما تصور بکنید که دونه دونه این پانل ها رو شما بخواید با هم تراز بکنین کار بسیار مشکلی هست، ولی ما
به این نحوه یک دهانه از در واقع نما رو به یک باره میبردیم و نصب میکردیم. مسئله دیگه که این دیتیل جدید در واقع به ما داد این بود که ما برای هر پانل حداقل دو دستک نیاز داشتیم، ولی این پانل به ما اجازه داد که یک پانل سه قلو رو فقط با سه دستک، یکی در ابتدا، یکی در انتها و یکی در میانه لارج پانلمون نصب بکنیم. این پانل کنج هستش که پانل عمودی کنج هست که خب البته این قسمت هم سختی‌های بسیار زیادی داشت دیتیلش، که حالا من از اون عبور می‌کنم با توجه به تایممون. و مطلب دیگری رو که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم استفاده از شرایط فیزیکی نما بود. ما با توجه به اینکه فضای ساختمانمون در واقع اداری بود و کاربریش اداری بود، پیشنهاد استفاده از اسکرین‌های پشت شیشه ها رو به کارفرما ارائه کردیم. همطور که میدونیم فضای اداری بیشترین استفادهش در تایم روز هست و ما لازمه که تابش خورشید و میزان نوری رو که توی فضا داریم کنترل بکنیم. اسکرین هایی که اونجا استفاده قرار است بکنن در واقع از جنس فایبر گلاس بودن که نور رو تا حد بسیار مقبولی کنترل میکردن، خیرگی نور رو و همینطور دیده به بیرون رو تا حد بسیار مناسبی تأمین می کردن. ولی این اسکرین ها باعث می شدن که در زمان تابش خورشید در فاصله بین اسکرین و شیشه ها ما در واقع حرارت داشته باشیم و هوای اونجا گرم می شد. آمدیم استفاده کردیم، یعنی متوجه این موضوع شدیم که ما در واقع یک کانال روی نما داریم. منظورم همون المان‌های یو شکل عمودی هستن که روی نما به سمت بالا می‌رفتن و خب وجود این کانال‌ها که تو خالی هم بودن و در معرض تابش خورشید بودن باعث ایجاد یک جریان هوای گرم به سمت بالا می‌شدن. ضمن اینکه پروژه سیستم تهویه داخلیش و سیستم تصفیه داخلیش یک سیستم فرش ایر داشت که همیشه فشار مثبتی رو در واقع اینجا تأمین می‌کرد. بنابراین کار ما این بود که در واقع آمدیم یک کانالی رو اینجا طراحی کردیم که از این قسمت جاپرده‌ای داخل سقف کاذب پروژه راه ارتباطی هوا ایجاد می‌کرد تا داخل این کانال. و البته این کانال رو با دیدن تمهیدات آتش نشانی و آتش بند بودن قطعاتی که در واقع در دهانه این کانال نصب میشن طراحی کردیم. به این ترتیب با توجه به هوای گرمی که اونجا تشکیل میشد و با توجه به فرش ایری که ما در فضا داشتیم یک جریانی اتفاق میافتاد که تهویه طبیعی رو در ساختمان تامین میکرد. ضمن اینکه ما در بخش کانالی که روی نما داشتیم با توجه به جریان هوای گرم به سمت بالا یک مکش طبیعی هم اونجا داشتیم و این قضیه میتونست مورد استفاده قرار بگیره و طراحیش هم انجام پذیرفته و انشالله اجراش هم انجام بشه. پروژه پالیزی تقریبا امروز که من خدمت شما هستم 80-90% نماش به پایان رسیده با همکاری همه همکاران عزیزمون، مشاوران محترم پروژه و پیمانکاران محترم پروژه. امیدواریم که همچنان مشکلاتی که توی این پروژه برای ما به وجود میاد پای همش ایستادیم و با کمک همه دوستان و همکاران از اونجا بتونیم پروژه رو به بهترین نحو تمام بکنیم. ممنون از همه گیشون.